تحریم‌های بانکی تازه آمریکا در حالی اعمال شده که اروپا در تلاش است ایران را خارج از فهرست سیاه FATF نگه دارد. در کشاکش بین اروپا و آمریکا کدام دست بالا را دارند؟ و در بخش دوم برنامه نگاهی به اعتصاب‌های اخیر ایران، چرا برخورد حکومت با هر خواسته صنفی قهری است و چرا این خواسته‌های صنفی منسجم‌تر و عمومی‌تر مطرح نمی‌شوند. سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفت. در این هفته همزمان با جلسات متعدد گروه اقدام مالی در پاریس که بخشی از آن درباره ادامه تعلیق ایران از فهرست کشورهای با ریسک بالا موسوم به فهرست سیاه است، آمریکا 20 مؤسسه مالی و بانکی ایران را تحریم کرده به خاطر ارتباط با بسیج. رئیس جمهوری ایران بارها گفته که تحریم‌های آمریکا که قرار است بعد از 13 آبان اعمال شود، تغییر چندان ایجاد نمی‌کند. آمریکا هر کاری می‌توانسته تا کنون کرده. آیا واقعا چنین است؟ چقدر ایران ممکن است با تحریم‌های بانکی آمریکا بیش از آنچه تاکنون است آسیب دیده تحت فشار قرار بگیرد؟ در این برنامه دو میهمان داریم. سیامک شجاعی، رئیس دانشکده بازرگانی دانشگاه ویلیام پترسون از نیویورک با ماست و آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی ایران از ازمیر در ترکیه. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. اول آقای شجاعی، نظر شما رو میخوام بپرسم. آیا به نظر شما اونچه که رئیس جمهوری ایران در مورد تحریم‌های بعد از 13 آبان میگه و بازگشت تحریم‌های پیشین و این تحریم‌های جدیدی که حالا در این هفته هم شاهدش بودیم آنطور هست که او میگه، آیا تاثیر بیشتری نخواهد داشت؟ صحبت‌های آقای روحانی انسان رو به یاد حرف‌های آقای احمدی نژاد میاندازه که میگفت این تحریم ها کاغذ پاره ای بیش نیستن، هر چی که میخوای صادر کنید. ولی بعد دیدیم که در نتیجه همون تحریم ها بود که جمهوری اسلامی تسلیم نامه برجام رو امضا کرد. این روزها آقای روحانی و دولتش، همینطور آقای خامنه ای، سعی میکنند که ظاهرا لبخند بزنند، خونسرد به نظر برسند، ولی در درونشون منقلبن، متشوشن و میدونن که به زودی وضعیت اقتصادی ایران از آنچه که هست بحرانی تر و آشفته تر خواهد شد. شاهراه حیاتی اقتصاد ایران نفت و گازی است که به خارج صادر میکنه، مقداری هم محصولات پتروشیمی که اونها هم فراورده های نفتی هستند در حقیقت، و از فرش و پسته و مواد خوراکی که به کشورهای همسایه صادر میکنه. و با قطع این صادرات نفت که از روز 4 نوامبر، روز گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی سال روزش، آقای ترامپ و دولتش مصمم هستند که اعمال بشه، مسلما جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود که بیش از 400-500 هزار بشکه نفت در روز بیشتر اون هم به طور قاچاق بر روی اقیانوس‌ها بفروشه. پول اون رو هم از طریق سیستم بانکی توانایی وارد کردنش رو به مبادلات بین‌المللی نخواهد داشت، مجبور میشه که بله به واسطه‌های دست 3 و 4 رجوع بکنه و با قیمت‌های بسیار بسیار بالای بازار سیاه یک اجناسی رو بتونه فراهم بکنه و وارد کشور بکنه. ما سعی می‌کنیم در این برنامه بحث رو روی مسائل مالی بانکی ایران نگه داریم، چون می‌دونیم تحریم‌ها معمولاً دو جنبه داشته، یکی تحریم نفتی، بحث دیگه این هستش که حالا پول نفت رو چه جوری وارد کشور بکنن، وارد اقتصاد ایران. آقای آذرمی، نظر شما راجع به همین بحث چی است؟ آیا اون چیزی که آقای روحانی میگه از این که تحریم‌ها اون گزششون به نهایت رسیده و بیش از این چیزی رو نخواهیم دید در مورد اقتصاد ایران، آیا درست هست؟ ببینید، خب تقریبا با روی کار اومدن آقای ترامپ در آمریکا این و حتی قبل از خروج آمریکا از برجام، این فشار اقتصادی بر ایران و شناسایی در واقع شاهرگ‌های اصلی ورود ارز به ایران که یکی از مهمترین موضوعاتی بود که به نظر آمریکا روی اون دست گذاشته شروع شده بود. و این حرف درست است که بسیاری از در واقع مسائلی که در آینده اتفاق خواهد افتاد به دلیل اینکه مردم در واقع برآورد میکنن و اون بحث انتظاراتی که در تئوری‌های اقتصادی مطرح هست، یعنی مردم 4 ماه آینده رو خیلی از شرایط رو پیش بینی کردن و در تصمیم گیری های اقتصادیشون لحاظ کردن، بنابراین این تا حدی درست است. اما
بعد از در واقع 13 آبان اتفاقی که خواهد افتاد شاید بیشتر از اون حوزه نفت به نظر من موضوع در واقع قطع ارتباط سیستم بانکی ایران با دنیا و بانک مرکزی ایران هست و انتقال اون پولهای حتی صادرات بخش خصوصی، یعنی اونها هم به مشکل میخوره. ما در دوره قبل تحریم ها هم این رو داشتیم، باعث پدیده هایی مثل بابک زنجانی میشه، باعث در واقع قاچاق گسترده و فساد میشه و اتفاقا برای بخشایی از حاکمیت ایران این خوشایند هست، مانند در واقع سپاه که در دوره قبل تحریم ها حالا به عنوان کاسبان تحریم در واقع در ادبیات سیاسی ایران اینجا افتاد که بله. برای بخشایی از حاکمیت سودآور هم باشه. طرف دیگه به هر حال در فضای بین المللی اونچه که ما در ماهای اخیر دیدیم بعد از اینکه ایران و شرکای اروپاییش تصمیم گرفتن در برجام بمانند علارغم خروج آمریکا، این هست که کشورهای اروپایی در هر بزنگاهی تلاش میکنند که به نوعی برجام رو حفظ بکنن از هر راهی که ممکن است. مثلا خبرهایی که منابع ما این هفته در مورد نشست‌های FATF در پاریس به ما دادن این هستش که کشورهای اروپایی تا تونستن تلاش کردن که امکان این رو فراهم بکنن که تعلیق ایران ادامه دار باشه. حالا نتیجه اعلام میشه و میبینیم که چه هست، ولی به احتمال زیاد این هست. آقای آزرمی، فکر میکنید چقدر این تلاش‌های اروپا نتیجه بخش خواهد بود در مقابل تلاش‌های آمریکا که هیچ پنهان نمی‌کنه قصدش فلج کردن کامل اقتصاد ایران؟ ببینید، این موضوع شاید تفاوتی هست که با دوره قبل تحریم‌ها وجود داره. در دوره قبل تقریباً یه توافق کلی جهانی بین همه کشورها اتفاق افتاد برای تحریم ایران. الان در واقع اتحادیه اروپا حداقل به ظاهر و از لحاظ سیاسی اعلام میکنه که همراه نخواهد بود با این تحریم ها و سعی خواهد کرد که در برجام بمونه و همچنین کشورهایی مثل چین، روسیه و هند که در دوره قبل هم شاید نقش مهمی رو داشتن. اما چند مسئله اینجا در واقع تعیین کننده هست. یکی قدرت اقتصاد آمریکاست که خب تقریبا 1/4 تولید ناخالص داخلی جهان رو در اختیار داره و این نشون میده که چه نفوذی خواهد داشت. اما فراتر از این قدرت دلار هست و قدرت در واقع بانک مرکزی آمریکا در سیستم بانکی بین المللی و در مبادلات مالی. این عامل دوم شاید باعث بشه که حتی کشورهای اروپایی هم نتونن به اون کارهایی که میخوان انجام بدن عمل بکنن و بستگی داره به شدت در واقع سختگیری آمریکا. ما میبینیم که در یکی دو هفته اخیر چند مورد خاص رو در واقع آمریکا از تحریم‌ها مستثنا کرده. باید دید آمریکا چه موضعی میگیره در قبال اون سازوکار ویژه اروپا که البته اون هم فعلا در حد تئوری است. آیا چون به هر حال اطلاعات خواهد پیدا خواهد کرد، آیا اون رو هم میخواد در واقع سختگیری بکنه یا اینکه حداقل برای تبادل کالا و دارو، کالاهای اساسی غذایی و دارو در واقع اون سازوکار رو میپذیره؟ آقای شجاعی، همونطور که گفتم آمریکا پنهان نمی‌کنه که قصدش این هست که اقتصاد ایران رو کاملا فلج بکنه تا بلکه بتونه از ایران بخواد که بیاد پای میز مذاکره و امتیازاتی رو که می‌خواد از ایران بگیره. آیا این ممکن هست؟ ما همونطور که دیدید آقای آزرمی هم گفتن، شنیدیم ظرف هفته‌های اخیر که بعضی از کشورها موفق شدن که از آمریکا معافیت‌هایی بگیرن برای معامله با ایران. آیا آمریکا میتونه به طور کامل اونچه که میخواد در مورد ایران اعمال بکنه با توجه به اونچه که در اقتصاد جهان شاهدش هستیم، براش ممکن هست؟ بله، ببینید، آمریکا هر چیزی که بخواد انجام بده میتونه انجام بده. اینو مطمئن باشید. بس هزینه و فایده است دیگه. بس نه خیر، مسئله به هزینه و فایده هم نیست، چون مسئله این است که امریکا اعلام کرده میخواد رفتار رژیم جمهوری اسلامی رو عوض بکنه، دخالت‌هاش رو در کشورهای منطقه از بین ببره، کمک‌هایی که رو به گروه‌هایی که امریکا اونها رو تروریسم تلقی میکنه قطع بکنه و برنامه موشکیش رو هم خاتمه بده و مثل یک حکومت، یک دولت معمولی نرمال که در همه جهان وجود داره، جمهوری اسلامی هم به اون شکل در بیاد، که البته خواسته ایست که به اعتقاد من به هیچ وجه با وجود این رژیم قابل اجرا نیست. اما نکته دیگه، اروپایی ها مانور سیاسی میدن، اونها هم به خوبی میدونن، همونطور که مهمان دیگرتون فرمودن، امریکا 24% تولید ملی جهانی رو به خودش تعلق داده. فقط مسئله 24% نیست، شرکت‌های اروپایی، مثلا همون توتال فرانسه، میلیاردها دلار سرمایه گذاری از اون نقطه بالا تا پایین در صنعت نفت و گاز و همینطور فرآورده‌های تولیدی و انرژی پایدار کردن. اینا حاضر نمیشن که اون منافعشون به خطر بیفته.
بانک‌های فرانسوی، بانک‌های آلمانی حتی اکثرا شعباتی رو در امریکا دارن، مؤسسات مالی ریز و درشتی دارن، در بازار بورس سهام امریکا خرید و فروش میشن. اینها به هیچ وجه حاضر نمیشن کاری بکنن که امکاناتی رو که در این بازار گسترده امریکا دارن، مثلا همون توتالی که عرض کردم، بزرگترین پالایشگاه رو در تگزاس داره و میاد در تگزاس نفتی رو که کشتی‌هایی که اون در تگزاس اجاره میکنه میارن در تگزاس، اونجا تصفیه میکنن، گاز طبیعی رو به صورت مایع در میارن، صادر میکنن به همه جهان. این منافع و این پیچیدگی اقتصادی به اروپایی ها امکان اینو نمیده که جلوی اقدامات قاطعانه امریکا رو بگیرن. اما پس برای چه معافیت قائل میشه امریکا برای بعضی از کشورها؟ معافیت برای بعضی از کشورها برای اینکه تبدیل یک پالایشگاه که بتونه سوخت خاصی رو پالایش بکنه یک شبه انجام نمیشه. بسیاری از پالایشگاه دنیا مثلا نفت سنگین رو نمیتونن بپذیرن، نفت شیرین یا سبک رو میخوان، و این پالایشگاه برای همین هم است که دولت امریکا 6 ماه فرصت داده به بسیاری از کشورها از ماه می تا ماه نوامبر که اینها بتونن از نظر تکنیکی این پالایشگاه هاشون رو تنظیم بکنن که بتونن نفتی رو که احیانا از جنس نفتی که اونها وارد میکردن از ایران نیست رو جایگزین بکنن. اما این نکته رو من خدمت هممیهنان و جناب علی عرض بکنم، اروپایی ها، دولت های اروپایی مانور سیاسی میدن برای اینکه اگر بیان مثل امریکا قاطعانه بگن بله ما هم از فرجام برجام میریم بیرون، خب رژیم جمهوری اسلامی میگه خب دیگه برجامی وجود نداره، یعنی برگردیم به غنی سازی اورانیوم، برگردیم باز یک راکتور آب سنگین درست کنیم به جای اون عراق که توش بتون ریختن و سیمان ریختن. یعنی وضعیت به شکلی میشه که برای ایالات متحده امریکا و حتی اسرائیل به سادگی امکان این پیش خواهد آمد که بگه حتی باید از طریق نظامی این تأسیسات رو از بین ببریم، مذاکره فایده نداره. در حقیقت مانور میدن که روحانی و خامنه ای هم فرصت این رو داشته باشن که بگن تا وقت اروپایی‌ها در برجام هستن ما هم هستیم، و الا هیچ تأثیر مثبت اقتصادی و یا هیچ مانعی در صد در راه تحریم های امریکا نیست به خاطر پیچیدگی های بانکی، مالی و همینطور اقتصادی که مهمان ارجمند دیگرتون فرمودن و بنده هم خدمتتون عرض کرد. از طرف دیگه آقای آزرمی، بحث این هستش که 30 نفر از سیاستمداران سرشناس آمریکایی نامه نوشتن به دولت آقای ترامپ، از او خواستند که هرچه بیشتر و سنگینتر اعمال در واقع ممنوعیت سویفت برای ایران رو پی بگیره. فکر میکنید که تا کجا آمریکا میتونه این رو عملی بکنه و اگر عملی بکنه تاثیرش برای ایران چه است؟ خب این یکی دیگه از همون ابزارهای بین المللی است که ظاهرا سویفت یه شرکت در واقع بین المللی است، هیئت مدیره مجزایی داره، مقرش در بلژیک هست، اما در واقع کاملا در کنترل آمریکا هست وضعیت سویفت، بنابراین هر دوره‌ای که میخواد فشار میتونه بیاره و خواسته های خودش رو به سویفت تحمیل بکنه. خب سویفت پیام رسان مالی هست که بانک های مختلف در کشورهای مختلف، آخرین آمار حدود 11,000 بانک در 200 کشور دنیا دارن از این سیستم استفاده میکنن برای اینکه تراکنش های بانکی رو به هم اطلاع بدن. فعلا سیستم جایگزینی وجود نداره و قطع شدن از این سیستم به معنی این هست که بانک ها کاملا ارتباطشون رو با بانک های دیگر کشورها از دست خواهند داد. خب این موضوع رو در دوره قبل تحریم ها هم داشتیم و بعد از برجام هم به خیلی به کندی به دلایل مختلف در واقع وصل شدن بانک های ایرانی به سویفت اتفاق افتاد، هم به دلیل در واقع کمی ریسک در واقع واهمه بانک های بین المللی برای وصل شدن به سیستم بانک ایران، هم مسائل مربوط به پولشویی و تروریسم و هم مسائل در واقع ساختاری و مشکلات سیستم بانکی ایران که مسئله داخلی است، اینها باعث شد که اتصال به سویفت به کندی انجام بشه. الان هم این در واقع میتونه دوباره کاملا ارتباط بانکی ایران رو از بستر این پیام رسان مالی با بانک‌های بین‌المللی قطع بکنه. حالا بحث‌های مانند اون سازوکار ویژه اروپا مطرح شده، چین و روسیه در واقع اعلام کردن که در حال طراحی یک سیستم پیام رسان مالی مجزا هستن، ولی اینها همه در حد تئوریست و به نظر میاد در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود و سویفت کماکان بستر اصلی تراکنش‌های بانکی در دنیا. آقای شجاعی، می‌خواستم نظر شما رو هم بدونم در این باره. بله، من با جناب آذربی کاملا موافق هستم. ببینید همین تحریم‌هایی که روز گذشته اعمال شد، اون 20 شرکت و یا چند سه بانک، مثلا بانک پارسیان، شما در اطلاعیه خزانه‌داری آمریکا که
اونجا رو که مطالعه میکنید میبینید نوشته شده، ذکر شده که حتی شماره ارتباط سویفت این بانک ها هم در اونجا ذکر شده. یعنی در حقیقت به سویفت دارن میگن که شما یک پست رسانی از یه بانک مثل پارسیان، یه بسته‌ای به شما تحویل داده میشه، میگه مثلا 100 میلیون برای این به حساب اونجا بریزید یا به جای دیگری واریز بکنید و شما پستچی هستید، به این آدرس ها هم مراقب باشید، اینا تحریم امریکا هستن. بنابراین بدون شک سویفت سیستمش، از همونطور هم که آقای آذر می‌فرمودن، حتی بعد از برجام هم چون تحریم های دیگری وجود داشتن به خاطر فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی، به خاطر فعالیت های کمک کردن به گروه هایی که میگویند تروریست هستن، این سیستم بانکی و سویفت کاملا در اختیار جمهوری اسلامی نبود. فقط تعداد معدودی از بانک ها، اون هم با احتیاط می اومدن، بانک های کوچک معامله میکردن. اما نکته دیگری که من باید خدمت شما عرض بکنم، این اصلا برجام یک قراری بود، قول و قراری بود بین آقای اوباما و کری و آقای ظریف و روحانی، اصلا ربطی به بقیه امریکا نداشت. و در اون حتی آقای اوباما گفته بود که ما سعی خواهیم کرد که تحریم ها را از بین ببریم، در حالی که لیست تحریم ها و قوانین مختلفی که در طی سال ها علیه این رژیم جمهوری اسلامی وضع شده تقریبا 5-6 صفحه است. یعنی یه مقداریش که بربود مثلا به فعالیت اتمی بوده، گفته ما اینو قطع میکنیم. شما مثل این است که بگویید که اتومبیل شما از این خیابون نمیتونه رد بشه چون پشت صندوق عقبتون اسلحه دارید و مواد مخدر، و بعد بگید خب حالا اسلحه اشکال نداره، میتونید با اتومبیلتون عبور کنید، ولی مواد مخدر اگه پشت اتومبیلتون باشه اتومبیل مانع میشه. این وضعیت اقتصادی برجام، آقایون تسلیم نامه‌ای رو امضا کردن، اشتباه کردن. اینا باید اون قطعنامه 1929 رو در تمامیتش میپذیرفتن، زیر بار یک چنین تسلیم نامه‌ای که واقعا دست و پای اقتصاد ایران بسته و فلج کرده از نظر سیاسی. من اون روزها هم نمیدونم در بی بی سی نبودم، ولی در جاهای دیگه صدای آمریکا جیغ می‌زدیم، فریاد می‌زدیم، خون دل می‌خوردیم. رئیس جمهور بعدی آمریکا هر کی باشه میتونه بزنه زیر همه اینا. آقای شجاعی، توجیه دولت ایران این هستش که این قطعنام، این برجام رو برده به سازمان ملل در شورای امنیت تصویب کرده. غیر از آمریکا کشورهای دیگری مطرح بودند، شرکای آمریکا، کسانی که سالیان سال با آمریکا همپیمان هستند. بنابراین ایران فکر می‌کرده که با این شیوه میتونه کارش رو پیش ببره. خانم ببینید، واقعیت شورای امنیت و سازمان ملل این است که قدرت‌های بزرگ اون وقتی که دلشون بخواد به این قطعنامه‌ها توجه می‌کنن، وقتی هم که بخواد توجه نمی‌کنن. ببینید چندین قطعنامه در طی سال‌ها علیه اسرائیل صادر شده، اصلا لبخندی زده و رد شده. خود جمهوری اسلامی این قطعنامه 21-22 یا 21-23 که آخرین قطعنامه بوده که میگه نباید فعالیت موشکی بکنید و زیر پا گذاشته. یعنی قدرت اجرای این قطعنامه ها اینطوری نیست که یک الان لشکری بکشن و بگن اینو باید اجرا بکنید. نخیر، ایالات متحده امریکا اصلا میگه من دادگاه بین المللی هم قبول ندارم، سازمان ملل هم قبول ندارم. آقای ترامپ حتی میگه آقا این سازمان ملل درشو ببندید، این فایده ای نداره برای من. بنابراین با این جور مسائل که نمیشه، اگر حالا کنگره آمریکا این به اصطلاح این قول و قرارها رو تایید کرده بود، تصویب کرده بود، اون وقت باز هم منوط میشد خارج شدن از اون به اینکه کنگره دوباره نظر بده، و حتی این کار رو هم نکردن. یعنی کنگره آمریکا هم در مسیر نبوده، هیچ گونه ضمانت اجرایی نداره و بستگی به سلیقه و نظرات سیاسی کسانی داره که در کاخ سفیدن یا حتی در کنگره آمریکا هست. در ادامه صحبت آقای شجاعی آذرمی، یه بحث دیگه که دیروز در گزارش همکارم مهرزاد کهنروز مطرح شد، برای من خیلی جالب بود، این که مثلا بانک پارسیان که اشاره در صحبت آقای شجاعی هم بهش اشاره شد، بانک پارسیان با 7 فاصله وصل شده به بسیج و بالاتر از اون سپاه و برابر این تحریم شده. با این حساب بسیاری دیگر از بنگاه‌های مالی و بانکی ایران میتونن در فهرست تحریم‌ها قرار بگیرن، چون حضور اقتصادی سپاه آنچنان گسترده است که شما سخت بتونید بنگاه مالی پیدا بکنید که به نوعی به سپاه وصل نباشه در ایران. با این حساب واقعا آمریکا میتونه از هر چیزی بهانه‌ای بگیره و اونطور که آقای شجاعی میگن اونطور که میخواد عمل بکنه. ببینید، من داشتم اتفاقا امروز اون گزارش وزارت خزانه داری آمریکا رو میدیدم و اون شماتیک و اون اینفوگرافی که مشخص کرده ارتباط این شرکت‌ها با هم دیگه، و در واقع در متن هم تصویر شده که این در واقع وابسته هست به اون تحریم‌های کاتسا که مربوط به فعالیت‌های در واقع ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی در منطقه است و به ویژه سپاه پاسداران.
این به نظر در واقع یکی از خروجی های تحریم های کاساس که سال گذشته تصویب شد و میتونه این فعالیت ها رو در واقع با مشکل ایجاد بکنه، فعالیت های به ویژه سپاه پاسداران و نیروهای زیر مجموعه شو. این موضوع درست هست، ما در واقع برآوردهای پژوهشی که وجود داره بیش از 80% اقتصاد ایران دولتی، شبه دولتی و نظامی است. بنابراین حتی اون 20% بخش خصوصی باقی مانده هم به هر حال تراکنش‌های مالی یا ارتباطات بازرگانی با شرکت‌هایی که به هر طریقی از طریق سهامداری یا از طریق در واقع بازرگانی با شرکت‌های وابسته به سپاه یا خود سپاه وابسته هستند، اینها تحت حتما اینها وجود داره، یعنی این ارتباطات بازرگانی وجود داره و بنابراین خیلی راحت میتونن تحت تحریم قرار بگیرن. این موضوع اگر گسترش پیدا بکنه شاید اون بحثی باشه که آقای ترامپ مطرح میکنه که شدیدترین تحریم های تاریخ، من به نظرم میاد شاید این در واقع اون موضوع رو در بر بگیره. بله. هیچ در واقع شرکتی در ایران با وضعیت در واقع قانون کاتسا نمیتونه مجزا بکنه خودش رو از فعالیت اقتصادی با شرکت های وابسته به سپاه، شرکت های دولتی یا شرکت های شبه دولتی که در واقع اون امپراتوری عظیم اقتصادی ایران رو تشکیل. از طرف دیگه در صحبت آقای خامنه ای دیروز شنیدیم که میگفت که ایران باید از غرب به سمت شرق بچرخه. به هر حال همونقدر که آمریکا داره زمان میخره، بقیه کشورها دارن زمان میخرن، ایران هم داره زمان میخره با همه اتفاقاتی که الان داره میفته. چقدر این چرخش به شرق برای ایران ممکن هست؟ من میدونم که همه آقایون در این نظر مشترک هستن که ایران با قولی اقتصادی مثل آمریکا نمیتونه دست به گریبان بشه، ولی آیا میشه راهکارهایی مثلا در شرق پیدا بکنه که بتونه ادامه حیات بده؟ آیا زرمی اول شما بفرمایید. ببینید من یه کوتاه در واقع بحث شما رو بگم بعد وارد یه موضوع مهمتر میشم با اجازهتون. ببینید ارتباط ایران با چین یا روسیه یا هند شاید بتونه در مقطع کوتاهی کمک بکنه در واقع این که از وضعیت فعلی ایران بیرون بره، اما در میان مدت و بلند مدت فارغ از مسائل سیاسی که چه اتفاقی در فضای سیاسی ایران میفته، اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد بین الملل ناگزیر هست. یعنی الان دیگه دوره‌ای نیست که کشوری بتونه با سیاست‌های در واقع کاملاً منفعلانه و انزوا طلبانه اقتصاد خودش رو رشد بده. موضوع دوم که مهمتر هست، به نظر چرخش به جای غرب به شرق، ایران موضوع اصلیش اقتصادش داخلی و سیاست‌گذاری خودش هست. یعنی تمام مشکلات اقتصادی ایران، بسیاری از کارشناسان بر این باورن که درصد عمده‌اش ناشی از تحریم‌ها نیست. قبل از تحریم‌ها همه چیز مهیا بوده. نقدینگی که 25 سال داره 30 سال داره با نرخ 25% رشد میکنه، رشد اقتصادی 2 یا 3%، تورم افسار گسیخته، بیکاری و در واقع مشکلات زیست محیطی، این ابرچالش‌هایی که اقتصاد ایران باش روبرو هست تماما ناشی از فساد و ناکارآمدی سیاسی در اقتصاد ایران هست که این موضوع رو به بار آورده. بنابراین موضوع اصلی برای ایران باید تغییر حکمرانی و تغییر اون گاورننس که در واقع اقتصاد سیاسی بهش بحث میشه، از اون از حکمرانی ژئوپلیتیک و در واقع سیاست‌هایی که الان در پی گرفته به حکمرانی اقتصادی باشه. این نتیجه است که حتی قبل از این تحریم‌ها در بسیاری از مراکز پژوهشی و دانشگاهی اقتصادی ایران بحث شده، بررسی شده و راه حل کلان برای ایران این هست، یعنی وصل شدن به جامعه جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذب تکنولوژی روز. بدون اینها چرخش به شرق و به غرب در واقع موضوعی رو حل نخواهد. آقای شجاعی. من کاملا با فرمایشات آقای آذری موافقم. البته باید آقای خامنه ای پاسخ بده کدوم شهر. آقای خامنه ای هنوز در اون دوران جنگ سرد زندگی میکنه، افکارش خیال میکنه یه اتحاد جماهیر شوروی است، دنیا به شرق و غرب تقسیم شده. الان همون اقتصاد روسیه با 4 تا تحریم ایالات متحده امریکا دوچار مشکلات شده. آقای پوتین الان اینطوری نگاش نکنید، او هم سرگیجه گرفته، او هم نگرانه. و مسئله دیگه بجز تغییر سیاست اقتصادی یا سیاسی یا خارجی که جناب آذری اشاره فرمودن، مسئله ساختاره. الان همین بانک پارسیان در سایت انگلیسیش تشریف ببرید ملاحظه میکنید که نوشته که ما همه قوانین پولشویی بین المللی رو رعایت میکنیم و از جمله رسما نوشته که ما اون گروه ضربت مالی
یعنی FATF رو اون رو هم میپذیریم و داریم اعمال میکنیم. یعنی این بوده اونجا، ولی جهان و به خصوص ایالات متحده آمریکا میگه من نه به سیستم قضایی شما اعتمادی دارم، رئیس قوه قضاییتون جز لیست گروه های تروریستی است که من تحریمش کردم، نه به بانک مرکزیتون اعتماد داریم. آقای بولتون میگه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی بانک مرکزی تروریست های جهانه. بنابراین مردم ایران فقط با یک تغییر سیاست مثلا آقای خامنه ای یا یه ولایت فقیه جدید یا یه رئیس جمهور جدید نمیتونن به اون آرمانهای ملیشون و اون خواسته ها به منطقی که آقای آذرمی هم بهش اشاره کردن دسترسی پیدا کنن. آقای شجاعی من میخوام با توجه که وقت خیلی کمی داریم، من میخوام یه سوال از هر دوی آقایون بپرسم اگه ممکنه خیلی کوتاه در کمتر از یک دقیقه جواب بدید. آیا فکر میکنید بعد از 13 آبان وضعیت اقتصادی ایران خیلی تغییر به سمت بدتر خواهد کرد؟ من خدمتتون عرض کنم که پول نفتی که امروز فروخته میشه معمولا 3 ماه دیگه دریافت میشه. یعنی یک دوره 3 ماه طول میکشه که کفگیر به ته دیگ بخوره. جیره بندی مواد غذایی، جیره بندی نفت، افزایش سرسام‌آور فرآورده‌های نفتی و انرژی و همینطور کمبود ارزهای خارجی که به طور کلی حتی ارتباط مسافرتی مردم ایران رو با خارج از کشور هم قطع خواهد کرد. اوضاع به مراتب وخیم‌تر از اونچه که امروز هست خواهد بود. آقای خامنه‌ای درست گفت که قدر این روزهاتون رو بدونید. او به خوبی میدونه که فردای ایران بعد از متاسفانه عید نوروز، عید باستانی نوروز، مردم ایران امسال عید چندان شادی نخواهند داشت. آقای آذرمی، من موافق هستم با آقای شجاعی. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، گزارش‌های داخلی مثل خود مرکز پژوهش‌های مجلس نشون میده که وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان مثل تورم، بیکاری و رشد اقتصادی در ماه‌های آینده بسیار وضعیت بدی رو خواهد داشت. من یه مثال فقط تورم رو کوتاه بگم. الان ما یه تورم مصرف کننده داریم که شاخصش معمولاً مردم باهاش آشنا هستن، یه تورم تولید کننده. ماه گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که تورم تولید کننده در واقع رقمش به بالای 50% رسیده و رکورد زده در 30 سال اخیر. این تورم تولید کننده در 3-4 ماه آینده به تورم در واقع بخش مصرف خواهد رسید. بنابراین تمام شاخص‌ها نشون میده که وضعیت اقتصادی متاسفانه رو به بهبود نخواهد. آقای آذرمی، آقای شجاعی، ممنونم که در این بحث شرکت کردید. در هفته‌ای که گذشت شماری از معلمان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان سر کلاس‌های درس حاضر نشدند. همزمان شماری از بازنشستگان در اعتراضی مشابه تجمع برگزار کردند. پیشتر بازاریان در شهرهای مختلف به دلایل صنفی دست به اعتراض زده بودند. تا کجا می‌شود این اعتراضات را اعتصاب خواند؟ چرا حکومت ایران با هر اعتراض صنفی برخوردی قهری می‌کند و چرا این اعتراضات نتیجه ملموسی در پی ندارد؟ برای این بخش هم دو مهمان داریم. مهداد درویش‌پور، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم از همین شهر همراه ماست و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی از واشنگتن. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. اول بذارید با یک سوال آغاز بکنم. نظر هر دوی آقایون رو میخوام بپرسم در مورد اینکه آیا اون چه که الان در اقشار مختلف در ایران شاهدش هستیم میشه اعتصاب خوند؟ آقای درویش‌پور شما بفرمایید. بله قطعا، وقتی که اگر در کوتاه‌ترین تعریف اعتصاب رو دست کشیدن از کار برای در واقع تأمین یک سری خواست‌ها در مقابل کارفرما یا دولت یا به قصد همبستگی با دیگر اقشار اجتماعی انجام بدیم، قطعا نامش اعتصابه. از اونجا که معلمان دست از کار کشیدند و در اعتراض به اینکه دستمزدشون تأمین نمیشه و در خواست های آزادی به اصطلاح معلمان دستگیر شده، این قطعا نامش اعتصاب است. آقای قاضیان، نظر شما چی؟ میدونید این پرسش از کجا ایجاد میشه؟ معمولا به این دلیله که ما بین جنبه توصیفی و تحلیلی و جنبه تجلیلی موضوعات یا پدیده ها تفاوتی قائل نمیشیم. یعنی مثلا اگر بگیم این اعتصاب نیست، حرف بدی زدیم، داریم به اصطلاح پایین یاریمش یا فرو میکاهیم از اهمیتش، یا اینکه وقتی میگیم اعتصاب هست یعنی داریم میگیم چیز خوبیه. ولی حقیقتش اینه که اعتصاب در واقع وصف توصیفی یا تحلیلی یک پدیده است، یعنی دست کشیدن از کار یا وظیفه، حالا برای رسیدن به خواسته های کم و بیش معین صنفی یا سیاسی. این تعریف اعتصابه و به این معنی این چیزهایی که الان داره در ایران در بسیاری از موارد اتفاق میفته تحت نام اعتصاب هم
مشمول این نام میشه. میبینیم که بسیاری از سایت های مخالف حکومت ایران در خارج از ایران مدت هاست که دارن هشتگ میزنن اعتصابات سراسری. آیا واقعا اونچه که الان داره اتفاق میفته رو هم میشه اینطور توصیف کرد، اعتصابات سراسری؟ آقای قاضیان، میدونید اعتصاب سراسری اساسا تا وقتی اعتصاب جنبه سیاسی نداشته باشه امر غیر ممکنیه، چون اعتصاب معمولا در یک سن رخ میده، اگر منظور خواسته های سنفی باشه. بنابراین حتی اگر اون صرف در سراسر یک قلمرو سیاسی مثلا در یک کشور دست به اعتصاب بزنن، اعتصاب همون گروهه. مثلا فرض کنید که رانندگان کامیون یا کسانی که در حمل و نقل ریلی مثلا هستن، اگر دست به اعتصاب بزنن در سراسر کشور ممکنه دست به اعتصاب بزنن، ولی حمل و نقل ریلی است که دچار اعتصاب شده، نه همه کشور و در همه جا، مگر اینکه اعتصاب جنبه سیاسی داشته باشه. بنابراین وصف فراگیری به اعتصاب از اساس نادرسته، مگر اینکه همونطور که گفتم اعتصاب جنبه سیاسی داشته باشه. گذشته از این باید دید که آیا در ایران اساساً اعتصاب فراگیر، حالا چه به مفهوم سیاسی چه به مفهوم سنفیش، ممکن هست یا خیر. این رو هر وقت که فرصتی شد میتونیم در بحث کنیم. حتما صحبت میکنیم. آقای درویش، شما در کشوری زندگی میکنید که اتحادیه ها قوی هستن، کشورهای اروپایی اغلبشون این موقعیت رو دارن که اتحادیه های قوی دارن. اگر قرار باشه اعتصابی مثلا در کشور سوئد صورت بگیره به چه شکل است؟ در کشورهای اروپایی اعتصابات چطوره؟ من در مورد اعتصابات سراسری مثلا اینجا در خود بریتانیا شاهد هستید که گاهی یک صنفی در حمایت از یک صنف دیگه اعتصاب میکنه. در پیش از دوره خانم تاچر خیلی هم بیشتر بوده، حالا کمتر هست، ولی اتفاق میفته. ببینید، من یه نکته‌ای رو در واقع در صحبتی که جناب قاضیان کردن تدقیق بکنم. ببینید، وقتی حتی یک سمت به شکل سراسری اعتصاب بکنه، خب خیلی فرق میکنه در یک شهر اعتصاب صورت گرفته بشه، در یک به اصطلاح کارخانه یا یک مدرسه یا در یک محیط کار، یا اینکه در سطح کشوری صورت بگیره. به این معنی اونها رو میشه اعتصاب سراسری یک صنف خاص برشمرد که میتونه حتی اون هم جنبه هم سیاسی داشته باشه، هم اقتصادی، هم جنبه همبستگی، همینطور که شما اشاره کردید یک صنفی اصلا در همبستگی با صنف دیگر به شکل سراسری اعتصاب میکنه. آنچه که به نام شاید مفهوم فکر کنم مورد نظر جناب قاضیان هم این بود، اعتصاب عمومی سیاسی یک مرحله و یک معنای دیگری است که اصلا در نه فقط یک صنف، نه فقط در یک یا دو شهر، بلکه در سطح کل کشور و با خواستهای عریان سیاسی صورت میگیره. در سوئد ببینید، از اونجایی که یا کشورهای دیگر اروپایی، از اونجایی که ما اتحادیه‌های کارگری داریم، نه اتحادیه‌های صنفی فقط یک رشته معین، اتحادیه‌های کارگری که تمام رشته‌ها رو در بر می‌گیرن، مثلا فرض کنید سوئد به نام اتحادیه کارگری ال‌او رو داره که اعضاش میلیونی یا چند میلیون عضو داره و بنابراین تمام به نوعی اقشار طبقه کارگر یا شغل‌های مختلف در اون به اصطلاح عضو هستن، یا حتی اتحادیه کارمندان رو داریم که کاملا سراسری است. طبیعتا وقتی یک اتحادیه سراسری دارید، این امکان رو در اختیار شما قرار میده که چه زمانی که موزلی اقتصادی، توان عقب راندن کارفرمایان یا دولت، اگر دولت هم کارفرمای شما باشه، اون رو خیلی بیشتر دارید. ثانیا در جهت همگون کردن خاص این حرکت های اعتراضی نقش موثرتری خواهید داشت و اینکه میتونید خواستتون رو تحقق ببخشید. اگر هم قرار باشه اعتصاب سیاسی صورت بگیره، طبیعتاً وجود اتحادیه‌های کارگری فراگیر این امکان رو خیلی بیشتر فراهم میکنه و در جامعه ایران با توجه به اینکه ما یک اتحادیه سراسری فراگیر نداریم، صرف نظر از دیکتاتوری و سرکوب، خب این هم با دشواری‌های خیلی بسیاری روبروست و به سادگی صورت فکر می‌کنیم چرا نداریم؟ چرا اتحادیه سراسری نه؟ حالا مشخص است یه بخش عمده‌ش این هستش که حکومت به شدت با هر نوع فعالیت صنفی برخوردهای قهری کرده در سال‌های گذشته. بسیاری از اعضای انجمن‌های صنفی در زندان‌های طولانی مدت بودن. ولی غیر از اون، آیا آتش تشکیل چنین اتحادیه‌هایی در سطحی که بتونه مقابل حکومت بیسته و این خواسته رو مطرح بکنه وجود داشته؟ ببینید، بحث پیچیده است. البته با توجه به اینکه دیکتاتوری نقش بسیار بسیار برجسته‌ای داره در درهم شکوندن، در ما تاریخ ایران می‌بینیم که تاریخ شکل‌گیری سندیکاهای کارگری کم نبوده، ولی دائما سرکوب شده، چه در دوران پهلوی چه در امروز، و فقدان یک سنت سندیکایی مستمر در اینکه
امید به این امکان پذیری رو اون رو کمرنگ میکنه، نه اهمیت بسیار زیاد داره. تجربه به سادگی قابل انتقال نخواهد بود وقتی که وقفه میفته یا درهم کوبیده میشه. علاوه بر اون واقعیت اینه که ما وقتی از طبقه کارگر یا حتی کارمندان طبقات اجتماعی صحبت میکنیم، صرفا مفهومی اقتصادی نیست، یک مفهوم اجتماعی است. خودآگاهی طبقاتی بخشی از مفهوم به اصطلاح طبقه اجتماعی است. به این معنی فهم این که اهمیت این که باید یک تشکلیابی سراسری وجود داشته باشه که نوعی همبستگی طبقاتی شکل بگیره، چه برای کارمندان چه برای کارگران نیروهای دیگر اجتماع، این اهمیت کلیدی داره. و من میخوام بگم خودآگاهی طبقاتی در جامعه ایران بسیار ضعیفه، به خاطر سطح میزان تحصیلات در جامعه، میزان در واقع تجربیات اجتماعی انباشته شده. و اینم اضافه بکنم بخشی از فعالان به اصطلاح امر سندیکایی که نقش مهمی هم داشتن در تاریخ جامعه ایران، ما با این به هر حال تاریخ هم روبرو هستیم که گاه از بدنه خودشون جدا شدن و به فعالیت‌های یکسره سیاسی پرداختن و با محروم شدنی در واقع طبقه کارگر، کارمندان، فعال سندیکا از فعالین و نخبگانشون، طبیعتاً امکان این که این حرکت‌ها به شکل گسترده صورت بگیره کم است. اما بیشتر از همه این مهمه که حکومت با سرکوب بسیاری از فعالین سندیکایی را یا به خارج رانده یا به اصطلاح سرکوب کرده، و این امکان این رو که ما بدونیم به سادگی با هزینه نسبتاً کمتر تشکل فراگیر رو ایجاد بکنیم سخت خواهد بود. اما به هم خوردن تعادل قدرت در مقاطع این امکان رو فراهم میکنه که آتش تشکلیابی بالاتر بره، کمون که در سال 56 در ایران شاهد بودیم. بله. و فکر کنم دوباره با این وضعیت روبرو خواهیم شد. آقای قاجار، من میخوام در مورد همین قضیه آتش همدلی، آتش در واقع تشکیل یک گروه صنفی بیشتر صحبت بکنیم. آیا فکر میکنید که این دلایلی که آقای درویش‌پور برشمردن دلایل این هست که ایران نتونسته تا حالا یک اتحادیه‌های قوی درش پا بگیره، یا اینکه نه اصلا مردم ایران این همبستگی رو در جنبه‌های دیگری پیدا می‌کنن؟ ممکن است در قومیت، در خانواده است، در اهل یک شهر بودنه، به جای اینکه بخوان به یک اتحادیه صنفی در واقع آویزان بشن برای اینکه همدلی و همبستگی پیدا بکنن. بله، پرسش بسیار جالبیه و خب رفتن به سمت پاسخ اون هم جنبه‌هایی از وضعیت اجتماعی ما رو روشن‌تر می‌کنه. من با دکتر درویش‌پور در دو جنبه موافق هستم، یعنی معتقد هستم که سیاست و حکومت در واقع یکی از عوامل مهم برای جلوگیری از قوام گرفتن تشکل‌های صنفی و تشکل‌های اتحادیه‌ای شده. اما به اون نکته دیگر، یعنی مسئله طبقات، هم باید به گونه دیگری اشاره کرد. به این مفهوم که طبقه اجتماعی همونطور که گفتن در خودآگاهی طبقاتی است که جلوه‌گر میشه، و به نظر من ما در ایران چنین نوع از طبقه اجتماعی رو نداریم. ما با طبقات اقتصادی روبرو هستیم، ما با طبقات اجتماعی روبرو نیستیم. اگر وضعیت فعلی رو در نظر بگیریم، یعنی سالهای اخیر رو که چرا در ایران نتونست چنین تشکل‌های پا بگیره، باید به این موضوع هم توجه کرد که به طور کلی طبقات دارن رنگ می‌بازن در جهان و تحلیل طبقاتی داره اهمیتش رو از دست میده. یعنی نوعی از همبستگی دیگه که بعضن شما بهش اشاره کردی در میون اومده. هویت‌های اولیه حتی مهم شدن، مثل قومیت، دین و جنسیت، که جلوی اون هویت‌های ثانویه و مدرن ایستادن و اونا رو زیر سلطه خودشون گرفتن و بنابراین بخشی از اونا کم رنگ‌تر شدن، از جمله مسئله طبقات. عوامل دیگه‌ای هم در کار آمده، در جامعه ما هم هویدا شده این موضوعات، و اینا باعث شده که بیش از پیش امکان تشکلیابی از بین بره. یکی از اونها که ویژگی دوره پست مدرن هست، مسئله مرکز زدایی است. دیگه مرکز وجود نداره. وقتی شما میتونید یک چیز سراسری، یک تشکل سراسری، یک همبستگی سراسری شکل بدید که چیزی به نام به اصطلاح مرکز وجود داشته باشه، یک دو سه مرکز داشته باشه، اما وقتی تعداد این مراکز زیادن و مرکز زدایی شده، اون وقت دیگه امکان چنین چیزی نیست. موضوع دیگه شتاب زندگی است. شتاب زندگی و تغییرات در حدی هست که اساسا امکان چنین وضعیتی رو کاهش داده. و گذشته از این دو عامل، باید به چیز دیگه هم توجه کرد، و اون مسئله تشدید شبکه شدن زندگی اجتماعی است
که شبکه‌های اجتماعی مدرن توی این زمینه خیلی نقش داشتن و باعث گروه گروه شدن مردم در شبکه‌های مختلفی میشن که از هم بی‌خبرن و بنابراین میزان همبستگی اونها رو کم می‌کنن. در مورد خود ایران به طور خاص، البته خود انقلاب به گونه یک زلزله یا سیل مهیب امکانات همبستگی اجتماعی رو کمتر کرده، پیوندهای افقی رو کاهش داده، سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده. همه اینا رو هم دیگه اگر بذاریم، در واقع اون زمینه‌های پیوند بین اقشار مختلف مردم کاهش پیدا کرده، من جمله در زمینه‌های سنفی و البته طبیعیه که در زمینه سیاسی، یعنی مسئله کل. شما یه اشاره کردید به شبکه‌های اجتماعی، برای من جالب هست از این نظر که مثلا همین اعتراض دو روزه معلمان توسط یک گروه تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان فراهم شده بود و می‌بینیم که الان بسیاری از این اتفاقات که نتیجه‌اش رو در سطح جامعه می‌بینیم در فضای شبکه‌های اجتماعی هست که آغاز میشه. آقای درویش‌پور، آیا فکر می‌کنید شبکه‌های اجتماعی می‌تونن جای اتحادیه ها، جای تشکل های صنفی رو به اون شکل بگیرن؟ من دو نقطه کوتاه دیگر اشاره کنم. ببینید، این یه واقعیت است که کلن گسترش فردگرایی در سطح جهانی و از جمله جامعه ایران در واقع تشکل و همبستگی رو خودش تضعیف میکنه. حتی در جامعه پیشرفته نظیر سوئد اتحادیه کارگری ها دیگه موقعیت سابق رو ندارن. این یک نکته خواستم اشاره کنم. دوم، در مورد اینکه هویت‌یابی جنسی الزاماً جایگزین تشکل‌های به اصطلاح صنفی نمیشه، بلکه ما با اشکال نوینی از هویت‌یابی‌های روبرو هستیم که حتی در گسترش این ذهنیت مدرنیته نقش دارن. شبکه‌های اجتماعی یکی از اون حوزه‌هایی است که شما اتفاقاً به درستی اشاره کردید، یعنی ما اشکال کلاسیک حزب و سندیکاهان کم رنگ شدن، ولی اشکال نوین، سیال و افقی اتفاقا سازمانیابی خیلی گسترده تر شده. ما در عصر انقلاب دیجیتالی به سر میبریم که تأثیرشون تو جامعه ایران هم میبینیم و اتفاقا میبینیم که خیلی از این شبکه های اجتماعی در سازمانیابی و سازمان دادن حرکت های اعتراضی فوق العاده نقش داشتن، چه در جریان بهار عربی در کشورهای منطقه دیدیم، جنبش سبز در ایران دیدیم و حتی در این مورد حمایتی که از این اعتراضات در واقع اعتصاب معلمان صورت گرفت، همین حرکت شبکه افقی، شبکه های مجازی فوق العاده مهمه و میخواستم اشاره کنم نباید نقش اینها رو دست کم گرفت در بسیج و در واقع حتی خبررسانی. البته طبیعتاً یک حرکت پایدار صرفا نمیشه از طریق شبکه های مجازی در اون خلاصه بشه و این تشکل ها به هر حال سهم خود و جایگاه خودشون رو دارن، اینها ناقض یکدیگر نیستن، شاید مکمل یکدیگر. و بحث دیگه این هستش که فراگیری این شبکه های اجتماعی، به هر حال وقتی که شما یک اتحادیه ای دارید به نوعی این در فضا و مکانی خاص ممکن هست که دست و پای شما رو ببنده، اما شبکه های اجتماعی الان امروز در سراسر کشور به نوعی فعال هستن. آیا فکر میکنید که این هم یک تغییر عمده داده در شیوهی که این اعتراضات رو شاهد بودیم؟ ما دیدیم که مثلا اعتراضات اخیر معلمان فقط در یک شهر یا یک مکان نبود، در خیلی از شهرها شنیدیم که معلمان سر کلاس نرفتن. من موردی که اشاره کردم، شبکه ها وقتی میگیم که نقش مهمی دارن، اصلا خودشون این که معلمان شهرهای مختلف خبردار بشن و به سر این اعتصاب سرایت بکنه، خود این شبکه ها نقش بسیار مهمی دارن. یک ثانیاً در مورد این حرکت اخیر یه ویژگی رو من مایل بودم اشاره بکنم، اونم جنبه بحث همبستگی اتنیکی و همبستگی در واقع صنفی. ما میتونم بگم به جرأت از جنبش سبز به این سو شاهدی کمتر حرکت های سراسری بودیم که به اصطلاح مناطق اتنیکی تحت ستم رو در بر بگیره، یا اینطوری بوده که مثل جنبش سبز تهران و چند شهر بوده مناطق اتنیکی تحت ستم ساکت بودن، یا حرکت‌های اعتصابی مثل در کردستان یا در خوزستان یا در بلوچستان حرکت‌های اعتراضی صورت گرفته مناطق دیگر ساکت بودن، و حتی در دیماه که حرکتی در 90 شهر صورت گرفت مناطق کردنشین مثلا در اون ساکت بودن. ما شاهد یک نوع این واقعیت که شکاف اتنیکی مانی سراسری تر شدن اعتراضات بودش بودیم و هستیم، اما در این حرکت معلمان خوشبختانه ما شاهد این هستیم که یک قشر فریخته اجتماعی که وارد جامعه شد اعتراضات شد، این به نوعی شکاف اتنیکی رو پشت سر گذاشت. بسیار از شهرهای کرد و بسیار از شهرهای دیگر نه تحت عنوان کرد و فارس
بلکه تحت عنوان معلمان و خاص صنفی سیاسی مشترکشون به میدان اومدن. این رو من به یک نکته بسیار بدی و مثبت میدونم، علاوه بر این که معلمان با توجه به اینکه طبقه متوسط اجتماعی هستن و خیلی موقع گفته شد که ما شنیدیم این بحثا رو که فقط تهیدستان به میدان میان در این حرکت های اعتراضی اخیر، حضور این طبقه متوسط مدرن شهری و فرهیخته به نظر من نشانگر اینه که طبقه متوسط مدرن شهری هم به خاطر شدت اعتراضات نارضایتی اقتصادی سیاسی بیشتر در میدان خواهد بود. و نکته آخر رو فقط در این مورد بگم که اینکه بدنه دولت هم هستن به نظر نکته خیلی مهمیه، یعنی کارمند دولت هستن. بله، یعنی شما اگر نگاه بکنید در حرکت‌های تظاهرات دیما یا حرکت اعتصاب کامیوندارا یا بازاریا، اینها به دولت وابستگی ندارن مستقیما و کارمند نبودن، اما اینکه کارمندان دولت، بخشی از کارمندان دولت که بسیار هم وابسته هستن به میدان میان و اعتراضشون رو بیان میکنن، به نوعی میزان مشروعیت زدایی از خود اون دولت و جرأتی که بدنه دولت و کارمندانش بیشتر به میدان بیار رو افزایش داده و این فکر می‌کنم یکی از تاثیرات چشمگیر این حرکت در آینده خواهد. آقای قاضیان، شعار اصلی این دوره اعتراضات معلمان اینه: سلامت، معیشت، منزلت، تحسن و تشکل حق مسلم همه ماست. یعنی میخوان فراتر از یک بحث این حقوق و در واقع مسائل مالی است. وقتی میگن که منزلت معلمان، فراتر از این فقط بحث مالی نگاه میکنن به قضیه به نظر میاد. آیا فکر میکنید که حکومت این رو میفهمه یا اینکه مثل همیشه با این خواسته معلمان هم برخوردی قهری میشه؟ چون معمولا دیدیم که برخورد با حرکت‌های صنفی در ایران معمولا قهری هست. میدونید به طور سنتی دستگاه‌های اطلاعاتی ما همیشه بر این باور بودن که اگر ما به اعتراضات صنفی مجال بدیم، اینا دیر یا زود به اعتراضات سیاسی بدل میشن و در نهایت نوک قله حکومت رو هدف میگیرن. بنابراین بهتر از همون اول در واقع جلوشون رو بگیریم و سخت درست فکر میکنن؟ یه اتفاقی که در این سالها رخ داده بی جهت هم فکر نمیکنم به نظر من، به دلیل اینکه سایر مجاری سیاست ورزی در جامعه بسته است. وقتی شما راهی برای بیان خواسته هاتون ندارید، معنیش اینه که یه راه دیگری پیدا میشه برای بیان خواسته ها. همیشه در گذشته هم این مطرح بود که از محمل صنفی استفاده بکنیم و کار سیاسی انجام بدیم. این یک سنت در مبارزه سیاسی در ایران، به دلیلی که مجالهای دیگر سیاست ورزی بسته است. بنابراین از لحاظ ساختاری همیشه ممکن بوده که فعالیت های صنفی به فعالیت های سیاسی تبدیل بشن و شدن. اما به نظر میرسه در این اواخر، خصوصا در این یکی دو سال آخر، تغییر ملموسی در نحوه برخورد حکومت با اعتراضات صنفی داره رخ میده. حالا به صورت ناگفته و شاید هم ناخواسته به دلیل گسترش اعتراضات و اینکه دیگه اون نوع از قدرت سرکوب پیشین به کار نمیاد. به این مفهوم شما میبینید که حتی معلمان، یعنی در آموزش و پرورش که این همه تحت کنترل هست، گزینش بسیار شدیدتری داره، معلم‌ها زیر ضرب نظارت هستن. شما می‌بینید که در این تحسن آخر معلم‌ها با چهره‌های خیلی مشخص در مدرسه‌های خودشون با به اصطلاح داشتن شعارهای مشخص شرکت کردن، عکس گرفتن، پخش کردن. معلومه که اون نوع از سرکوبی که قبلا باعث می‌شد اینا حتی حاضر نباشن که چهره‌های خودشون رو نشون بدن، کاهش پیدا کرد و نوعی تحمل به وجود اومده در قبول خواسته‌های صنفی تا حدی که به خواسته‌های سیاسی منجر نشه. برای همین نگاه بکنید، معلمان گویی که این پیام رو گرفتن، بخشی اقشار دیگر هم به همین ترتیب، مثلا جلو مجلس هم که خواستن تجمع بکنن بهشون گفتن اگه شعار سیاسی بدید میزنیمتون، ولی اگر نرید به اون سمت شما میتونید حضور داشته باشید. این پیام‌ها و پسپام‌هایی که میاد و میره نشون میده که هر دو طرف دارن معنی این بازی جدید رو متوجه میشن. چقدر فکر میکنید که واقعا این از یه تغییر رویه میاد؟ چقدر فکر میکنید که اون بخش هایی در واقع برخورد با چنین رفتارهایی هستن خارج از دولت هستن و فکر میکنن که اون بخش معیشت چون به دولت برمیگرده اشکال نداره، اجازه بدید ادامه پیدا کنه، اون بخش های دیگر که به هر حال سیاسی هست و ممکن است که نوک هرم قدرت رو مد نظر قرار بده رو کنترل میکنن؟
بله من در جای دیگرم این مطلب رو اشاره کردم که بخشی از دلیلی که بهش مجال میدن اتفاقا به همین دلیله. یعنی به این دلیله که بخشی از حکومت رو هدف میگیره که دستگاه سرکوب و اطلاعات امنیتی میخوان و اون بخش مهم قدرت هستن و میخوان که این گروه تضعیف بشن. این عامل هم در کار اومده. این تغییر رویه همونطور گفتم ممکن ناخواسته باشه، یعنی تحت تاثیر فشارها و کاهش اقتضائات سرکوب باشه و همینطور این پیام که شما در این حد میتونید پیش برید و نه بیش از این. وقتی به اون مسئله منزلت میرسیم دیگه اون از موضوع اعتصاب خارج میشه، اون یک نوع اعتراض اجتماعی سیاسی است، چون چیزی نیستش که موضوع چانه‌زنی در مقام یک اعتصاب باشه. یعنی دولت مثلا چه جوری میتونه بیاد بگه من منزلت رو برقرار میکنم شما برگردید سر کار؟ یه خواسته فراتره و مهمتر اتفاقا برای بسیاری از معلمان که ممکنه با حقوق کمتر بسازن ولی مایل باشن که منزلت اجتماعی پیشین اونها برگرده به جامعه. من میخوام یک سوال بکنم و از هر دوی آقایون میخوام که کوتاه جواب بدن. من میخوام ببینم که آیا به نظر شما این اعتراضات، اعتصابات، هر چی اسمش رو بگذاریم، میتونه به شکلی گسترده تر بشه و به نوعی برای حکومت جمهوری اسلامی مشکل ایجاد بکنه؟ آقای غازیان اول شما بفرمایید. سخت بشه در مورد آینده پیش بینی کرد. بیشتر از هر چیزی این بسته به منبع فراخوان اعتصابه. اگر اون منبع از اعتبار کافی برخوردار باشه و ضمناً شرایط سرکوب به گونه‌ای باشه که میزان هزینه‌ای که فرد برای شرکت در این اعتراضات میده کمتر از به اصطلاح اون حد معمولی باشه که باشه، یا احساس کنه دستاورد بیشتری از هزینه‌هایی که خواهد داشت، اون وقت من فکر میکنم که این اعتراضات گسترش پیدا خواهند کرد، ولی چشم اندازش به نظر من خیلی باز نیست. آقای درویش‌پور. من فکر میکنم دو حادثه اتفاقا زمینه این گسترش اعتراضات رو پیش رو قرار میده. ما کم و کیفش رو نمیتونیم گمان زنی کنیم، اما ما از دیماه به این ور شاهد نوعی مشارکت مستقل مردم در حرکت‌های اعتراضی شدیم که خصلت متداوم نداره، اما نه این حرکت‌ها تونستن سرکوب و مهار بشن و نه توانستن تداوم پیدا کنن به شکل انباشته جلو برن، بلکه خصلت زنجیره‌ای پیدا کردن. یک جا شروع میشه فروکش میکنه، جای دیگر در یک حوزه دیگری شروع میشه و تداوم پیدا میکنه. خصلت زنجیره‌ای این اعتراضات به نظرم تداوم پیدا خواهد کرد، تا به کجا برسه بر ما روشن نیست، ولی خود این یه نکته است. ما با توجه به اینکه زمینه‌های به اصطلاح اقتصادی سیاسی این نارضایتی هایی که در واقع زمین ساز این حرکت های اعتراضی است، هیچ نشانی از بهبودش رو نمیبینیم که بتونیم گمان زنی کنیم که اینا میتونن فروکش بکنن. برعکس این نارضایتی ها داره این بیشتر میشه و فکر میکنم خود این در گسترش این اعتراضات مهمه. نکته آخر، فکر میکنم ما شاهد نوعی به تدریج، غلو نکنیم اما به تدریج، یک نوع فروپاشی ترس در جامعه هستیم. بله. اقتدار نظام از دیماه به این ور به شدت لطمه خورده و مردم بیشتر جرأت میکنن حتی با شعارهای تندتر در اینجا اونجا به میدان بیان. بله. و یک دلیلی که حکومت نمیتونه اونجور که میخواد سرکوب بکنه به نظرم تعدد این اعتراضات و گسترشش که نوعی با شکستن اقتدار زمین سازی در واقع فراگیرتر شدن این حرکت ها وجود داره، اما به شکل زنجیره‌ای امروز شاهدش هستیم، نه به شکل فوراً یک حرکت اعتراضی سراسر. بسیار ممنونم از شما آقای درویش پور و آقای قاضیان. و ممنونم از شما که با صفحه دوی آخر هفته همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شماست، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. اگر علاقه‌مند هستید پادکست برنامه رو میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی و در کنار اون عدد 2 مشترک بشید. این برنامه در فیسبوک ما هم در دسترس شما قرار میگیره، facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش. We'll be right back.